مهمان من وکیل دادگستری است و فعال در عرصه حقوق زنان در ایران که بود به قول خودش هر روزه مغنه را تا روی دماغش میکشید و در دادگاه های ایران از موکلانش دفاع میکرد چون میخواست در هر شرایطی در ایران بماند ولی در سال 1379 در بازگشت از یک جلسه در بلند زندانی شد در زندان به سرطان مبتلا شد و نهایتا برخلاف ملش از ایران خارج شد و چند سالی است که اینجا در واشنگتن اقامت دارد نظر او درباره اتفاقات جاری در کشورش چیست و نقش زنان ایران را در آن چطور میبیند خانم مهرنگیزی کار به برنامه به دیگر خوش آمدید متشکرم خانم میکن شما در وبسایتتون می که دوست داشتم در هر شرایطی در ایران بمانم مغنه را تا روی دماغم میکشیدم و همه روزه به دادگستری میرفتم و به استناد احکام فقهی و قوانین اسلامی از موکلینم دفاع میکردم ویزای اقامت دائم امریکا توی جیبم بود اما دوست نداشتم از ایران بروم ولی شما الان چند سالی که در امریکا هستید بله چرا؟ برای اینکه دوست نداشتم که برم زندان و ف... شوهرم در شرایطی قرار بگیره که شما اطلاع دارید ازش و مورد اهانت قرار بگیرم و به هر حال با همه این اوصاف همه این هشت سال من تلاش کردم که آقایونو در ایران متقاعد کنم که به من مختصر امنیتی بدن چون عقلم میرسه که اونجا تضمین معنی نداره ولی یک حد اقل امنیتی بدن تا من برگردم به حرفم و خانوادم رو بازسازی کنم و بارها از این خواسته با مقامات بالای ایران در این هشت سال وارد مکاتبه شدم ماجرای کنفرانس برلن و مطابق بن زندانی شدن شما و سرطان پستان که ظاهرا در زندان بهش مطلع شدید اینا چقدر مؤثر بود در اینکه بالاخره فراموش کنید که در ایران بمون و خارج بشی نه ببینید من خروجم از ایران یک خروج موقت بود برای این بود که به امکانات بهتر درمانی دسترسی پیدا بکنم چون گفته شده بود که ریه من به احتمال زیاد آلوده است و قرار شد که من بیام و پزشکان ایرانی هم در دانشگاه یل از من دعوت کردن که کمک کنن در مرکز سرطان اونجا من کنترل بشه وضعیت جسمیم اما برنامه این بود که من حد اکثر شش ماه بمونم و کاملا موقت بود وضعیتم منتها بعد از سه ماه که شوهر من ابتدا رو بودند و بعد ماجراهای بسیار که جاش اینجا نیست دائما از ایران کسانی که در ارتباط با پرونده ایشون احزار می به من بلا فاصله زنگ می زدند که مبادا به کشور برگردی و بالاخره رسید به جایی که آقای خاتمی رئیس جمهور ایران این پیغام رو برای من فرستادن آقای کروبی رئیس مجلس وقت ایران برای من این پیغام رو فرستادن آقای موسوی خوئینی نماینده مجلس که ناظر بر امور زندان ها بودن و من شکایت کرده بودم به کمیسیون اصل 90 در مورد شوهرم و اینها دنبال میکردن مستقیما تماس داشتم با برخی از اعضای کمیسیون اصل 90 اونها به من گفتند و حتی برای برخی از دوستان سطح بالای اصلاح طلب پیغام دادم که عموما نظرشون بر این بود که من فعلا برنگردم منتا این همون فعلنیه که خیلیا سی سال گرفتارشن خیلیا مثل من هشت سال گرفتارشن و خیلیا هم احتمالا الان دو سه روزه که گرفتارش این در این حال این پیام هایی که از جانب افرادی که شما الان اسمشون رو بردید به شما داده شد که برنگردین به ایران در این حال در مورد وضع سیاسی ایران چی میگه به شما این به این معناست که عالی ترین مقام وقت جمهوری اسلامی ایران قدرت این رو ندارن که به اصطلاح دخالتی بکنن در این ماجرا و شرایطی فراهم بکنن که شما بتونید همینطوره همینطوره نشان دهنده این است که ما یک حاکمیت یک دستی نداریم دست کم از نظر امنیتی حالا من مسائل دیگه اقتصادی نمیدونم فرهنگی اینا رو نمیدونم ولی دست کم از نظر امنیتی به هیچ وجه ما با یک نوع تفکر روبرو نیستیم در این سیستم امنیتی انواع تفکر وجود داشته الان دیگه تردید دارم برای اینکه مثل اینکه فقط یک نوع تفکر قلبه کرده و همین وضعیت رو خیلی وحشتناک کرده ولی تا قبل از این قصه انتخابات ما درون سیستم امنیتی ایران انواع نگرش ها رو میدیدیم چون ما کار می کردیم می تونستیم اینا رو پیدا بکنیم در جایی ولی نمی فهمیدیم که هر کدوم مثلا به کدوم گروه ارتباط دارن کسانی می آمدن دفتر من با من حرف می زدن منو بازجویی می کردن. من حق نداشتم به کسی دربارش صحبت بکنم بعد اونا می رفتن. یه یک دیگه می اومدن از جای دیگه ای که مثلا روزنامه کیهان میشه گفت که نمایندگی اونها رو داشت خیلی شدیدتر با من برخورد میکردن خیلی با زبان توهینامیستری با من برخورد میکردن حتی ما در دادگاه هم کیس به کیس میتونیم بگیم با مردم برخورد میکنن با بعضیا بسیار خشونت آمیز برخورد میکنن با بعضیا کمتر خشونت در هر حال وقتی که رئیس جمهوری مملکت میگه میترسم من عین جمله ایشونو که به هم منتقل شده میگم میترسم بیایی اذیتت کنن این عین پیام پرزیدنت خاتمی بود ایشون من در هاروارد ملاقات کردم در سال 2006 ایشون به من گفتن میدونی چرا گفتم برنگرد گفتم نه نمیدونم فقط میدونم شما گفتید برنگرد گفت برای اینکه همه ارگان ها رو چک کردم تو هیچ مشکلی نداشتی گفتم پس چرا شما من گفتی بر نگرد من اینجا بدبخت شده همینجور باش صحبت کردم گفت آخرین جایی که میخواستم چک کنم این بود که از آیت الله شاهرودی بپرسم گفتم خب ایشون که حتما مشکلی با من نداشت گفت نه ما داشتیم تو صحنه دادگستری با هم راه میرفتیم من به ایشون گفتم که مهرنگیز میخواد بیاد باز عین کلام آقای خاتمی رو من نقل میکنم ایشونم گفتن که بیاد چرا نیاد مشکلی نداره آقای خاتمی به من گفتن من از آیت الله تقاضا کردم که دو سطر بنویسن که من بذارم تو جیبم ایشون امتناع کردن وقتی امتناع کردن من به تو پیغام دادم که بر نگرد بسیار خوب شما پروانه وکالتتون زمانی گرفتین که در ایران انقلاب شد و بعد مشکلاتی پیش اومد براتون برای اصطلاح کار وکالتتون به دلیل اینکه زن بودید و بعد اصل مسائل دیگه ای که اون موقع براتون پیش اومد اینا و در زمان انقلاب هم برخلاف خیلی از روشن وقت زیاد هم همگام با انقلاب نبودید اونطور که توی خاطراتتون می‌نویسید و تا اعتصاب شکنی هم کردید در مطبوعات با همه این اوصاف یعنی دلایل شخصی خیلی زیادی باید قاعدتا داشته باشین که در ایران همون موقع هم می خارج و نمیموندین چرا می‌خواستین بمونید حقیقتا نمیدونم الان هم که از من میپرسین واقعا جواب خیلی روشنی براتون ندارم من عاشق اون مملکتم یعنی در هر شرایطی اون مملکت دوست دارم همین الانم دلم میخواست اونجا بودم ولی البته دلم نمیخواست زیر شکنجه بودم اصلا اینا رو دلم نمیخواست ولی دلم میخواست تو اون مملکت زندگی میکردم از ابتدا همین وضعیت داشتم خیلی امکانات بیشتری برای من وجود داشت اتفاقا از ابتدا برای اینکه در خارج از ایران بتونم یک به هر حال کار خودم رو ادامه بدم برم بار اسوسییشن امریکا رو امتحان بدم در اون سنین خب میتونستم ولی در سنی که من از کشور خارج شدم دیگه این برام اساسا امکان نداشت من نمیدونم بگم چرا ولی من اون مملکت رو خیلی دوست داشتم و دارم و هیچ جا احساس شادمانی و زندگی نمیکنم مثل وقتی که در ایران هستم وقتی اینجا میخوام خیلی خوش بگذرونم میشینم آل یه قهوه میخورم و تصور میکنم که من حالا توی دفتر کارم تو ایران نشستم اتفاقا میخواستم همین از سال ازتون از بکنم با نقل قولی از باز از خودتون که میگین به قول یکی از دوستان هم چوب را خوردم هم پیاز را هم مدت 22 سال از نزدیک با غذایا کلنجار رفتم هم اون که تلخ های تبعی در دوران پیر و بیماری نصیبم شده است پس بنابراین پشیمونید از اینکه از ایران خارج شدید پشیمونم که اصلا برای معالجه از ایران خارج شدم برای اینکه قرار نبوده که من بیام یعنی اراده نکرده بودم که من خارج از کشور زندگی کنم ولی واقعا پشیمونم که حتی برای معالجه از کشور خارج شدم و حتی برای دوری موقت از استرس ها برای اینکه به من گفته شد یه دوره موقت به خودت به بدنت اجازه بده که زیر فشار استرس و ترس نباشه حتما پشیمونم <تصفح> برگردیم به ماجرای کنفرانس برلند در اون ماجرا شما نهایتا به چهار سال فکر میکنم زندان محکوم شدید این به این معناست که شما اگر برگردید به ایران این پرونده شما به قول شما وکلا مفتوحه و کماکان شما باید برید زندان ببینید من که کماکان باید برم زندان ولی نه به علت اون چهار سال چون اون چهار سال رو وقتی که من خارج از کشور اول در کشور اعتراض کردم بهش لایه هم رو هم فرستادم برای دادگاه بعد خارج شدم در خارج هم تلفن زدم به رئیس دادگاه تجدید نظر که اگر حضور من لازم هست بیام خدمتتون برای روز رسیدگی به اعتراض من ایشون گفتن نه شما همونجا باشین احتیاجی نیست لایه دادین بعد حکمی که صادر شد در اون حکم شکستن اون چهار سال رو و امنیت اقدام بر ضد امنیت ملی رو اصلا حذف کردن از همه شرکت کنندگان در کنفرانس برلین منتها من رو محکوم کردن که به ازاء حبس یا بدل از حبس یه چنین چیزی بود من مبلغی رو به صندوق قوه قضایی دولت پرداخت کنم که این کار کردم دوستان من رفتن پرداخت کردن و وسیقه من آزاد شد پس بنابراین من برای اون چهار سال زندان نخواهم رفت ولی آقای احمدی مقدس که اون موقع رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب بودن ایشون بابت سه تا اتهام دیگه هم پرونده من رو مفتوح نگه داشتند و فرستادن پیش آقای مرتزوی که به اون سه تا اتهام اساسا رسیدگی نشد چون من از کشور خارج شدم حالا دیگه از بعد از اون من چه اتهامات دیگری دارم به هر حال میشه حد <applause> خانم کار شما بیشتر وقتتون رو صرف در سی سال گذشته در واقع صرف تحقیق و فعالیت در مورد زنان کردید کتاب های متفاوتی مختلفی در این زمینه نوشتید در مورد حقوق زنان در مورد قانون گذاری در مورد زنان و همه اینها به غیر از اینکه شون زن هستید خیلی طبیعیه که شما خیلی علاقتون اونجا باشه اصولا این رو صرفا به دلیل که زن هستید این کار میکنین علاقتون به مسائل زنان هست یا اینکه اصولا به عنوان یک محقق و یک به فعال در مسائل حقوق بشری این کارو میکنید نه من نمیدونم نمی به هر حال طبیعت انسان که همواره انگیزه هاشو به وجود میاره نمیتونم نمیتونم انکار کنم که به علت اینکه زن هستم وارد این صحنه شدم یا این علت اصلا مفقود بوده حتما این علت جزو انگیزه هاست ولی اساسا من معتقد هستم که سوای این بحث طبیعی که وقتی نصف جمعیت یک کشوری رو به نحوی به صورت حالا غیر مستقیم یا مستقیم در قوانین طوری تعریف میکنن که اینها فاقد عقل کافی هستند اینها دارای احساسات ویرانگر هستند اینها ممکنه نتونن قضاوت کنن نتونن در مقام قاضی انشا کننده یا آخرین رأی قرار بگیرن نتونن رئیس جمهور بشن یا به هر حال حتی در وضعیت های خیلی پایین تر از این من تصور میکنم اون جامعه اصلا نمیتونه سالم باشه و نمیتونه پیشرفتی داشته باشه و اولین جایی که این اتفاق میفته قانونگذاریه و به همین دلیل من میتونم بگم که بیشتر وکیل مدافع بودن و ورود به صحنه دفاع و آگاهی بر قوانین کشور و آگاهی بر چگونگی اجرای قوانین کشور در مورد زنان انگیزه بسیار نیرومندی بود خب شما الان هشت نخ ساله که اینجا هستید بله. و در خارج زندگی میکنید چه کار میکنید الان در این در مورد حقوق زنان در خارج که تا... مؤثر باشه در من <مه> من تأثیرشو نمیتونم ارزیابی بکنم به همین دلیل بوده که هیچ وقت دلم نمیخواست از ایران خارج بشم خیلی عقیده ندارم که یک آدمی مثل من با موقعیت من من راجب به همه آدم ها قضاوت نمی کنم یه آدمی با موقعیت من با تجربه های من که همه این تجربه ها مربوط به ایرانه قبل از انقلابه بعد از انقلابه پنجا و هفت سال عمر پشتش هست من باور نمی کنم که من اینجا چندان تأثیر گذار بودم من میتونم بگم من اینجا دنبال رو بودم ولی چکا میکنید یعنی حمایت کردم میکنی. از حرکت حقوق زن و حقوق بشر یا دموکراتیک در ایران با قلم خودم با زبان خودم ما غیر از قلم و زبان سلاحی نداریم و با این حال هم مطابق قوانین ایران بعضی وقتا ما رو به عنوان محارب بر صندلی اتهام شما خانم کار در خاطراتون می‌نویسین که در زمان انقلاب زنها بعد از جریان تظاهرات علیه حجاب اینا زنها به جای اینکه طلبکار باشند و خواسته بیشتری رو مطرح بکنن بعد از انقلاب که خودشون در شرکت داشتند حالا با اسم میومدن تظاهرات میکردن و واقعا دست رفتش رفتشون رو طلب میکردن شما فکر میکنین که واقعا انقلاب همه چیز رو از زنها گرفت یا اینکه دستاوردی هم برای زنان ایران داشت خیلی خیلی این سوال سخت پاسخ دادنش برای اینکه یه سوال خیلی تاریخی پاسخش هم خیلی وسیعه به هر حال ایران از نظر وضعیت زن یک حرکت پیشروی رو شروع کرده بودن حالا به هر دلیل این حرکت، مثلا دوستان چپ ما میگفتن این امریکا یا دستور دادن این منظورتون قبل از انقلاب قبل از انقلاب ولی ما قرار گرفته بودیم در یه موقعیتی که به هر حال قوانین رو مجبور بودن اصلاح بکنن قوانین خانواده رو اصلاح کرده بودن تا یک حدودی به زنان حق رای داده بودن حق نمایندگی داده بودن صرف نظر از اینکه خب البته ما دموکراسی نداشتیم البته ما انتخابات آزاد نداشتیم اون مقام نداشتیم و حالا یا با تقلب اتفاق می افتاد یا اصلا بدون تقلب همه آدم ها کاملا هدایت شده وارد اون صحنه می شدن به عنوان نامزد اما به هر حال یک اه، اه، یک جمعیت بزرگی از زنان تحصیل کرده در ایران رشد کرده بودند و اینها دست کم دست کم حق انتخاب پوشاکشون رو داشتن این دست کم بود یعنی از نظر اجتماعی هم ما مشکلی نداشتیم من مادرم چادری بود مادر بزرگم حتی عبا می پوشید به سبک خوزستانیا همه با, با, هم مهمونی می رفتیم همه دوستای ما هم بی هجاب بودن هم با هجاب بودن ما در اون جامعه مشکل هجاب نداشتیم و مرزبندی نشده بود مردم با همدیگه از این حیث گرفتاری نداشتن بنابراین میشه گفت که در یه لحظه تیپ زنانی مانند من شوکه شدیم بیشتر میشه گفت شوکه شدیم برای اینکه فکر کردیم خب حالا ما اساسا دیگه نمیتونیم راجع به خیلی چیزا حرف بزنیم همه انرژی رفت صرف این شد سالها که یک کمی موشون نشون بدن یا یک کمی مثلا رنگ لباسشون رو تغییر بدن این انرژی بزرگی بوده در ایران ولی ولی از طرفی هم باید بگم که زنها در ایران با همین فشاری که حکومت بهشون ورد برای اینکه ابتدایی ترین حقشون رو به دست بیارن کارورزی کردن در امر سیاسی کارورزی کردن در مبارزات مدنی و من فکر میکنم صحنه سبز امروز ایران یک نتیجه است بر این همه کارورزی که بیشتر زنها در این عرصه مجبور بودن کار بکنن مجبور سوالی بود که از ازتون بپرسم سر مسئله نقش زنان در جنبش فعلی که حالا به نام جنبش سبز معروفه علیه و در اعتراض به نتایج انتخابات شروع شد و حالا ظاهرا ابعاد گسترده تری به خودش میگیره به عنوان یک جنبش بزرگ اجتماعی نقش زنان چرا فکر میکنید نقش زنان در این بارزه؟ یعنی فکر نمیکنید این نتیجه انقلابه یعنی که انقلابی به قول خودتون ادعای زیادی حالا به قول شما به کار ورزی در عرصه اجتماعی نا یعنی به فعالیت سیاسی و اجتماعی کهشون باز میشه گفت انقلاب... طب... بدون شک نتیجه انتخاب انقلاب انقلاب. بدون شک نتیجه انقلابه ولی یک روند طبیعی نداشته روند طبیعی این بود که حرکت های اجتماعی حالا ولو با تغییر رژیم ادامه پیدا می اختناق اجتماعی دست کم به وجود نمی اومد یعنی دست کم زن و مردا رو به خاطر معاشرت با هم دستگیر نمی کردن دست کم رو به خاطر عدم رعایت حجاب در دوران شاه پاکسازی نمی کردن. اخراج نمی کردن. و سی سال ما شاهد هستیم که مردم رو به خاطر لذت بردن از موسیقی یا از نوع لباسشون یا مهمونی رفتن اینا رو دستگیر میکنن و این هیچ یک از شادمانی ها رو به روی مردم نبسته برای اینکه مردم به صورت طبیعی نیاز دارن و این نیازشون رو یه جوری تامین میکنن درسته همه اونچه چه به دست آمده از نظر وجهه مبارزاتی و توان مبارزه و انرژی مبارزه و مدیریت مبارزه همه اینها ناشی از انقلاب بوده ولی ما نمیتونیم اعتبار بدیم به کسانی که این انقلاب رو بردن به سمت دشمنی با زنها و بعد حالا خوشحالی کنیم که خوب شد اینا انقدر ما رو کتک زدن اون وقت ما یاد گرفتیم حالا چیکار کنیم نه قرار نبوده ما کودک بخوریم ولی, با همه این صحبت ها هنوز زنان ایران یک سازمان منسجمی یک تشکیلاتی ندارن که به طور خاص زنان باشه و در عرصه زنان مم. فعالیت بکنن نه ندارن بلکه خب. ضروری هست نمیذارن نشون داشته باشن یک سازمان ضروری نیست چندین سازمان ضروریه نمیذارن این سیستم امنیتی اساسا کاری نداره حتی گاهی وقتا به تفکر اصلا ضد سازمانه ولی خانم او اوایل انقلاب در همون تظاهرات که علیه هجاب شد در اوایل انقلاب یک تشکیلاتی همون موقع هم درست شد که به توصیه زنان عضو کانون وکلا بود به نام شورای هماهنگی زنانی همچین چیز در مورد درد. زنان برد. درست ولی اون هم پا نگرفت اون موقع امکان پا گرفتن این خب. اینجور تشکیلات بود نشد نه اتفاقا اون موقع نبود برای اینکه اون موقع زندگی اعتراضی و سیاسی کاملا حزبی بود یعنی همه این خانم هایی که در این شورای هماهنگی بودند هر کدوم نمایندگی از یک سازمان و یک گروه سیاسی داشتند اینا اومده بودن حالا قرار گرفته بودن در این شورای هماهنگی هر کدوم میخواستن مواضع سیاسی اون گروه و سازمانی که خودشون بهش تعلق داشتن قلبه کنه بر تصمیم گیریا. در نتیجه به جایی نمی رسید من فکر می ما در حال حاضر در موقعیت دیگری قرار داریم جنبش سبز ایران یا هر جنبش انتخابات یا همه این حرکت زنان در این سال اخیر یا حرکت دانشجویی اینا هیچ کدوم برآمده از یک حزب خاص سیاسی نبوده همه دموکراسی میخوان و همه یک جوری حمایت میکنن از موازین جهانی حقوق بشر حتی فقه هم اینها رو حمایت میکنن یعنی ببینین چقدر آدما از تیفهای مختلف تونستن کنار هم قرار بگیرن خب این ما رو نداشتیم این, این, ش... این در واقع شخصیت این جنبشه که این طور در حال حاضر ولی آیا شما فکر میکنین در چارچوب همین احتیاج به جنبش های خاص زنان هست؟ حتما هست من و چرا اگر که این جنبش در مجموع خودش دنبال تحقق دموکراسی و حقوق بشریه این خانه ها شامل حال زنان هم خواهد شد نه به نظر من نه برای اینکه زنان در موقعیت خاص هستند نه فقط در ایران در همه دنیا در موقعیت خاص هستند به همین دلیل حتی در این امریکا که من شما نشستیم و حرف میزنیم و وزیر امور خارجش یک زن هست سازمان های زنانه هنوز احتیاج هست که وجود داشته باشند و اتفاقا لحظه به لحظه احساس میکنند بیشتر احتیاج هست که وجود داشته باشند برای اینکه اگر قایب بشن انقدر این بحث تبعیض بر ضد زنان صورت های مختلف حتی در کشورهای بسیار پیشرفته داره که چنانچه دموکراسی نباشه و چنانچه این سازمان ها خودشون رو سر پا نگه ندارن خیلی زود دوباره خیلی چیزا برمیگرده بسیار حالا برگردیم به مسئله ایران شما فکر میکنین حالا از دل این جنبش فعلی سبز ایران امکان به وجود اومدن یک تشکیلات منسجم زنان هست؟ یعنی امیدوار هستید شما که راقبید که چیزی باشه؟ این در صورتیه که این جنبش بتونه یه حرکت های دیگری هم داشته باشه حرکت های تکامل یافته تری داشته باشه در حال حاضر ما با جنبشی مواجه هستیم که با انواع خطرات رو با بحران رهبری در این جنبش مواجه هستیم با بحران مطالبات در این جنبش مواجه هستیم ما اصلا نمیدونیم که همه افراد موسوم به سبز نهایتا خواستشون چیه بعضیشون خواستشون تغییر رژیمه بعضی خواستشون آمدن اصلاح طلباز بعضیا خواستهشون خواستشون فقط حقوق بشریه ما در حال حاضر در یه مرحله کاملا بلا تکلیفی از نظر تعریف این جنبش قرار داریم ولی این به معنی این نیست که این جنبش متلاشی میشه به عقیده من این اولین حرکتی در ایران سی سال اخیر که همه طبقات و گروه های مردم ازش حمایت میکنن بدون اینکه لزوما سازمان و حزبی ازش حمایت بکنه خیلی متشکرم خانم مهرگیزی کار از شرکتون در برنامه نوار دیگر ممنون شما موشکرم. خیلی, خیلی ممنون.